صبح بخیر. امروز قراره بریم خرید کنیم، ولی قراره که به 1300 تا LED که امیر داره یکی دیگه اضافه بشه. دست بر نمیداره. یه بار حتما رو دور میگیرم اتاقو ببینیم که چه خبر، یعنی چقدر این چیز میز خریده، ولی همچنان میگه نه فلان رو میخوام اضافه کنم و اینا. ولی قراره منم لباس بگیرم، بعد میرم دنبال مریم به خاطر اینکه دوست دارم یه دختر باشه که نظر بده درباره رنگ و مدل و اینا. بعد همین دیگه، امروز رو با من باشید. امیر 150 مدل نور رنگی گذاشته توی اتاق کار ما. خب بعد یکی از دغدغه های ما همیشه باز نور رنگیه. الان دوباره داریم میریم باز نور رنگی بخریم. قشنگ پشت بک‌گراند ویدیو کوتاه ما نگاه کنیم، رنگ‌های مختلف یه عالمه، ولی بازم نیازه. آره تا آخر عمر نیازه. نیازه همه پولای من داره خرج می‌کنه. اینجوری بهت بگم دیگه، پیش به سوی نور رنگی. بده من اینقدر دارم رنگی میکنم کارو، حتما باید سیاه‌سفیدش کنم. رنگ می‌کشی به این زندگی؟ من رنگ می‌کشم به این زندگی. ببین خودتی دقیقه، خودتو کوکی. کوکی؟ آره این کوکیه. بیا پیدات کردم. هر بیا وای اینا باید خیلی میان. بذاری سایی خودتی دقیقه. خیلی بهت. باز اومدی کولا رو بزنی زمین. آره صدها پیرنیه که دارم، ولی بازم اینو میبینم فقط. بچه های توی خونه، بچه های توی خدا. فقط نگاه میکنی نمیخری؟ نه حرفامون سانسور داره، واسه همین هی فاصله میگیریم که فقط خوراکم چیزایی گشاد. این کاپشنه خیلی خوشگله. چرم بگیرم؟ چقدر چرم بگیرم؟ اصلا من نمی پوشم. ای بیبی یودا، بیبی یودا. خیلی من عاشق این پوشیدن. این موزرده توی مریم مشیه منم. پیدا کردم چه تیشرت خفنی ریک اند مورتی. مرزی بذار من از این تصویر چیزا بگیرم. دریک 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 اینا به تو هم میشه آمین. نه نه برای خود انتخاب کردی. نه برای من که یه چی نمیگیرن، فقط به فکر خودشونم. توی ویدیو کوتاه ها من میرم همش تیشرت میگیرم. خب بعد فقط انجام بعدش دیده میشه. بعد هر چقدر من تیشرت های متنوع بپوشم فقط رنگش تغییر میکنه، یعنی طرحش دیده نمیشه. مریم بالاخره خرید. شیطان درون برش غلبه کرد. غلبه کرد. بیبی یودا رو برداشت. بازم برای من هیچی نخریدم. نکن من همچنان دارم دست خالی میدم. داری بر میزنی؟ نه دارم صحبت میکنم. این پاستیل میشه اینا رو. آره یه زنم چاق نشون میدادم و نه نمیدونم. کلن لباس زمستونی هم خیلی بیشتر از لباس های تابستونیمه. تو تابستون هیچ چیه نمیپسندم، ولی تو زمستون لباس ها به نظرم خیلی خوشی نگه. چه کاری فقط من خوش دیدم. فقط من خوش دیدم. ببین اینو من بخوام واقعا بپوشم فقط تا اینجا من بکشم بالا. نه اینا که بگه فقط تو زمین باشه. خودم برای خودت خرید کردی؟ آره مظلومیت منو ببینید، دوتاشون برداشتن رفتم اتاق خروج. من بیچاره دوباره تنها. مظلومه آقای خان.
بازم بچه ها ببینید اینجا هم در حق من اچاف کردن و باز هم که میبینید من دست خالی میدم. وقتی یوتیوب تو اتاق پرو هم دست از سرت بر نمیداره. سبزرش رو نبوشیدید؟ سبزه رو میخوام بپوشم دارم پست میذارم. چی کار کنم؟ مدیوم هم داره؟ آره من مدیوم هم دارم. تو چی؟ منم مدیوم. آجی دوباره ست شدیم بعد چند سال. آرزو دوباره ست شدیم. عزیزم اونی که تنه سر رو تازه ویروس خریدی اینا نشون بده به مردم. من لخت اومدم ببین. این خوبه. اون خوبه. پس اینا چیه؟ اینا بر من نیست. این بر تو نیست. تو هم نیاز داری دیگه. مصرف کننده ای. نه. بابا بر مریم بگیم. آره خوب. خیلی کیوته. این خوشگله اینو برد. آره این خیلی دخترونه تره. آره یا ببینیم بیشترش مردونه است. میخوایی برای من خرید کنی؟ اره. میخوایید منم بیارید جز بازی؟ کابشین مورد علاقه همو پیدا کردم. هم باز هم خونه من از این سفیدا یه چند چه خوشگله چند رنگ گرفتم. من به مریم گفتم خیلی خانومانه خیلی شیک میشه اینا. نه اینا خوشگله. قرار بود LED بخریم ولی بله ولی بله LEDی های لارج و اسمال میخریم. بهانش LED بود ولی خب وقتی بچه ها تو دوست داشته باشی حتی تو خریدم در حال ویدیو گذاشتنی داره آپلود میشه. بله انشالله. تو خرید به یاد من نمیافته. تمام مدت تو نقش قربانی رو داری. بله من قربانیم. Help me. باز هم داره در حق من اچاف میکنه. من میگم فقط استفاده ابزاری از من میکنن اینو میگم. این همه خستگی، این همه پیاده روی، این انصاف نیست. چی؟ که باید واسه آقا زرشک پلو درست کنم. آبدار. من کلان غذای کریسپی دوست دارم. غذایی که من دوست دارم و ایشون دوست نداره. غذایی که تو دوست داری و هیچ کی دوست نداره. نه خیلی هم خوشمزه است. هر غذایی که به نظر من سوخته. سرخ شده باشه نه. خیلی سوخته. غذایی سیاه بشه دوست داره. نه آب زیادی و بی خودی ول تو غذا نباشه. میدونی چه میگم؟ آبکی باشه. بعد الان آب زیاد با کته. ببین الان خب اولا که من اصلا از آشپزی خوشم نمیاد. یک دوم این که مجبورم دیگه میفهمی چیزی از خودات برای من بردهداریه. میدونی این یه جور بردهداریه. من باید وایسم واسه ایشون غذا درست کنم. همه خداشونه برای من غذا درست کنم. من بشینم برای من غذا درست کنم. بسه پاشو بیا کمک کن به این کارا.
زرش پلوی من کی آماده میشه؟ زرش پلوی من کی آماده میشه؟ ببین به خدا نمیبخشمت، داری از من سوء استفاده میکنی. زرشک پلوی من کی آماده میشه؟ ببینی داشتم دستمو میبریدم، حواست بود دستم به دستم از زیبایی های من همه دستشونو میبرن از دیدن تو دیگه. دیدن من زیبایی های من نامردیه، نامردی پوستش خیلی بده، کنده نمیشه. همونجوری که پوست منو میکنی پوست اینم بکن. خیلی تو زبونت دراز شده ها، ببین خیلی تو زبونت. زبون من دراز بود، بعد یه فکری به حال زبونت کنم. بچه ها میبینید، میبینید اون روی الفو رو اونجا میبینید؟ کدوم رو؟ من همین شکلی هم همه جا. کدوم رو؟ همون روی آدم خارت. همچین یه غذایی درست کنم بهش بدم تو حالا تو زندگیش نخورده باشه. آره بچه غذاها بچه با ته تفلون هیچ فرقی نداره، وقتی میخوری انگار داری قابلمه رو میخوری. یه غذا عضوی از قابلمه میشه تو خونه. ببین داره اقراق میکنه، راستشو بخواین واقعا داره اقراق میکنه. من همیشه آشپزی نمی کنم، اگرم آشپزی کنم هیچ وقتی زندگی نمی کنم. الان پس همچه اینا نمایشیه. نمایشیه. نه همه نمایشیه. بگو که الان این غذا بعدش پیتزا رو از یخچال میکشیم بیرون. داره بگو که این غذا میسوزه و ما باید بریم دوباره بیرون غذا بخوریم. نه برای چی بگو که این من تا حالا غذا سوزوندن همیشه که نسوزوندی. هر وقت بهش میسپارم میگه که باشه باشه حواسم هست، میام میبینم سوزونده تشو. من میسپارم همیشه غذا رو. ببین اصلا گردن نمیگیره. غرور آفرین شف ایران، برو کنار. را به خودم و همه شما تبریک میگم. چی کار داری میکنی؟ عزیزم اینا باید خورد بشه. بله. قرار شما خورد کنی. خورد کن ببینم چه قشنگ خورد میکنی. خیلی بیتر قرار امروز تو آشپزی کنی من تست کنم. من تسترم. خیلی بیتربیتی. پس همه یه کارا رو من بکنم جناب عالی فقط میل کنی؟ من نمیفهمم چقدر من باید زحمت بکشم تا بخوری و روز به روز چاق و فربه ترشی. رازه نخواب جای کمک کردنت نه؟ آقا من مرغو همه نمیدونم چه شکلی درست میکنم، من به روش خودم درست میکنم. چیه؟ روش های من خیلی خوبه که همیشه میخوری تا اینجا و نمیتونی تکو بخوری از پای سفره. به روش همه درست کن. به روش همه درست میکنم. خب به بی احترامی کردی الان، اصلا آشپزی نمی کنم. طبق معمول خودت درست کن. به من چه؟ خودت درست کن. چقدر چشمو داره میسوزونه. ببین کار خداست. من یکی از علتهایی که آشپزی رو دوست ندارم به خاطر اینه که غذاهایی که دوست دارم همشون غذاهای چرب و خوشمزه و پرکالریه. بعد از این ور خداییشم درست میکنم، خوب درست میکنم، ولی احساس عذاب وجدان به هم دست میده به خاطر اینکه وزنم میره بالا و حال نمیده دیگه. میدونی چی میگم؟ یعنی هم زحمت میکشی، کلی وقت میذاری، خورد کن، بشور، بپس، فلان اینا، و تهش هم بعد از اینکه میخوری احساس عذاب وجدان داری. چقدر بی‌تربیت. تو برو، من دارم با بچه ها حرف میزنم. احساس عذاب وجدان داری دیگه که مثلا چاق میکنه این الان منو، به خاطر همینه. وگرنه اگه غذاهای ایرانی، ببین هر غذای ایرانی که شما نام ببری چاق میکنه، به خاطر اینکه همش با برنجه، همش با نونه، همش یه جوریه که وزنتو میبره. احساس تو هم بگی کنی بفهم دارم گوش میکنم. یا برو بر همین من سعی میکنم که غذا درست نکنم. نه که درست نکنم و یعنی هیچ وقت درست نکنم. غذایی که من درست میکنم و امیر دوست نداره، مثلا رژیمی تو رو اینا، بعد باید یه دوربر امیر جدا غذا درست کنم، یه دوربر خودم غذا درست کنم، کلا یه ذره کار سخت میشه. کی غذا سوخته دوست داره؟ بیاد بگی تو کامنت. ببین غذا سوخته میدونی قضیهش چیه؟ قضیهش اینه که من روغن توی غذا نمیریزم به خاطر اینکه کالریش زیاد نشه. حالا الان ریختم خودم. و
بعد روغن نمیریزم کاری زیاد نشه، میذارم با آب خودش مثلا گوشت و مرغ بپزه. بعد خب گوشت و مرغ هم آب خودش خیلی کمه دیگه، بعد یه ذره زیادی کشیده میشه میسوزه؟ نه که بسوزه، مثلا خیلی گریل میشه، خیلی دیگه چیز میشه. چی میشه؟ مثلا کریسپی میشه و اینا. امیر میگه نه، این بافت گوشت باید آب داشته باشه. اینجوری مثلا نصفش میکنی برنج تو... 1 کیلو آب بریزی، کلیت کنی آب و برنج. آره دیگه، خیلی غیر منطقی خواسته هاش، اینجوری بهتون بگم. تا چند سال قبل من خیلی مرتب ورزش میکردم، بعد همزمان هم ورزش میکردم هم سر کار میرفتم، خیلی همه چی روتین بود. بعد از وقتی که یوتیوب رو شروع کردم، بعد به خاطر اینکه تعداد ویدیوهایی هم که میذارم خیلی زیاده، حالا ویدیو بلندانم ویدیوهای کوتاهو میگم، به خاطر همین یه تایم زیادی از من میگیره دیگه، من وقت نمی کنم حالا هم برای ورزش هم سالم خوری. این که بخوای مثلا روتین تو رعایت کنی آینا، واقعا کار سخته. من نمیدونم داره به چی میخنده، بیا حداقل بگو چی میخندی. برای همین یه ذره همیشه غذا خوردنه به هم حال نمیده راستش، به خاطر اینکه وقت نمی کنم اون شکلی که خودم دوست دارم غذای رژیم درست کنم. بعد کلا غذاهای رژیمی هم بیشترش سبزیجاته، بعد سبزیجات هم خیلی وقت میگیره دیگه، حتی بخوای بپزی خورد کنی بشوری فلان، یعنی خیلی سخت میکنه کار. بر همین ناخودآگاه آدم نمیره فست فود میخوره، فست فود هم میخوری و روز داره چاق میشی دیگه، عذاب وجدان. قسمتی که هم داره خوشگل‌تر میشه هم فکر کنم مزیدش هم خوب بشه. البته باید بهش آب اضافه کنم. چی کار داری؟ شف مسعود وارد میشود. امیر تو رو خدا برو اون خطر لعنتی آتیش میگیرم. تو رو خدا برو بوی گاز میده چقدر. هیشکی توی مرغ قارچ نمیریزه، ولی من برای اینکه به جای اون حجم زیاد برنج یه چیز سبزیجاتی بخورم قارچ میریزم. قارچ میریزم در واقع برای خودم، به امیر نمیدم از این قارچا. چی نمیدی؟ قارچایی که کنار مرغ میریزم میگم. چیز رو دست نمیدم. دوست نداره کلن هر غذایی که روغنش کم باشه، یه ذره یه کم حتی رژیمی باشه دوستان، یعنی کوکی هایی که چیز هستن رژیمی هستن با آرد بادوم و اینا درست میکنن بیرون، بعد با جوی پرک درست میکنن، اصلا اونا رو نمیخوره. یعنی هر چیزی رو تو بالاترین حد ناسالمی دوست داره. اینجا یه شیرینی هست بومبزمیر، خب آره، یه کوکی توپل سفید توش پر نوتلا، روش یه لایه ترد خمیری، یه یاله اصلا همون یاله. ببین بی نظیر. میتونم بهتون بگم خودش 3000 تا کالری داره. نه 1900-800 تا. انگار که من دلم از اونا میخواه. انگار که نصف یه دونه نوتلا اینقدری رو ریختن توش، روشم یه لایه شیرینی تو. اصلا یه چیز عجیب پرکالریه. من اینجوری هم خوشمزه. ببین اندازه یه نصف این قارچه من ازش میخورم قشنگ میگیره منو دیگه نمیتونه. بعد کلشو میخوره، کلشو میخوره. من نمیدونم چطوری با هر کی نخورده شیرین. نصف عمرش بر فلک. شما فقط کارو دریاب. بله آشپزی بلد نیست، همه رو میسوزونه، هیچ کدوم خوشمزه نیست. چه فایده داره؟ صبح شد. خب باید بپزه، خام خام که نمیتونم. استغفرالله. بیا تست کن. نمیخوام دیگه.
سیر شدی؟ سیر شدم دیگه. بوی غذا گرفت؟ خب طول میکشه دیگه، ببین چقدر قرقروه. عجب و عجب، شما قیافه رو نگاه کن، در رابطه رخ منظورم، همون شکل زیبای غذا منظورمه. ببین یعنی اصلا با لب و دهنت بازی میکنه. و اصلا تو همه جا بازی کنه، چه بسید صبح چه دیگه. بی تربیت نباش، یه بسته هنری بگیرم. خوشگشته این غذا، غذاییست که ساعت 5 صبح قرار از خورده شود. دیگه خواستم با هم باشیم، ببینید که من آشپزیم بلدم دیگه، همین دیگه، خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، بای بای.